سلام بچه ها، خوبین؟ من امروز لیول 3 خود خلاص کردم، خب لیول 4 شدم، یعنی یک مرحله بالا رفتم دیگه بعد 6 ماه. ولی 6 ماه شده، ولی وقتی که حساب کنم یعنی رخصتی ها را اینا بگیر 2.5 ماه ما رخصت بودیم، یعنی از 6 ماه 2.5 ماه کم کن بگیر 3.5 ماه 4 ماه، یعنی در 4 ماهی که آمدم یعنی یک لیول بالا رفتم. ولی خب اگه اشتیاق آنچنانی ندارم بخاطر که انگلیسی ما ایمپروو نشده. خب من فقط یک مرحله رفتم بالا، ولی در انگلیسی موقع تاثیر نذاشتم بخاطر که اصلا انگلیسی درس نمیده. اینجی بیشتر مثلا ما رو سرگرم میکنن، چه میدونم، ما رو میبرد در پارک میبره، چه میدونه، ما رو در باشگاه میبره برای دیدن، ما رو در خانه سالمنده میبره، ما رو بیشتر با فرهنگ آشنا میکنه، خب با امکاناتی که مثلا کانادا گذاشته برای ما اینا، بیشتر اون چیزای اصلا درس آموزش انگلیسی نیست. یعنی من الان هر چی بگم شما باور نمیکنید تا اینکه خود شما بیاین اینجا باش. من از چند نفر از دوستا پرسیدم کنم شاهد بیارم درس نیستم دیگه. امتحاناتش هم اصلا سخت نیستم، یه جور بعضی امتحاناش که اصلا خالو بازیه، بعد همو چیزای خیلی ساده ولی گاهی اوقات مثلا خیلی سخت میگیره. در کل خود امتحان سخت نیستم ولی سخت میگیره. چی جوری بگم، مثلا من در یک امتحانم بخاطر یک کامه من مثلا پاس نشدم، یک کامه ویرگول دیگه، ویرگولش فارسی زدم، فارسی یا ویرگولش بالای یا پایینه نمیدونم، بعد انگلیسی ویرگولش پایینه، بعد من ویرگول از روی عادت بالا زده بودم در حالی که در انگلیسی باید پایین بذارم، من بخاطر از اون پاس نشدم. ببین آسانه ولی سخته. ولی خب یعنی او همه لکچری که من در انگلیسی نوشته کرده بود و در نظر نگرفته، فقط بخاطر یک ویرگول مثلا من پاس نشدم. امتحاناتش اینجوریه، در کل آسانه، یعنی گاهی اوقات آره یه سری دقتهای خیلی زیادی و اضافی میکنم. هفته 2 تا امتحان میگیرن، در کل باید 32 تا امتحان ما پورا کنیم. خب 32 تا امتحان از listening, speaking, writing, reading که هر کدومش در کل میشه 8 تا، یعنی از هر از این درس ها ما باید 8 تا امتحان رو پورا کنیم که یک لیول بالا بریم. هفته 2 تا امتحان میگیرن. اینی امتحان لسنینگ من، هر امتحانی که میگیره باید اینجا برسانی، باید 8 تا باشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، 8 تا رو پورا کردم. خب چه تاریخ شروع کردم، یعنی آمدم در ایسنت 29 نوامبر، 8 تا ایم 8 تا پورا شدم. نگاه کلگی رو پاس کردم، من در اینجا کلگی رو پاس کردم، این لیول 3 میست، ایم رایتینگ. وقتی که از هر کدومش 8 تا رو پوره کنی وارد لیول 4 میشی. این الان لیول 4 است که تاریخ می 12 2023 من شروع کردم. این یک امتحان دادم که پاسم شدم، ایم اسپیکینگ که 2 تا امتحان دادم پاس شدم، یعنی 6 تا دیگه بدم خلاص میشم دیگه، 6 7 8 داره. ایم ریدینگ یکی را دادم، ایرم یکی دادو، 8 تا که پوره شد لیول 4 من خلاص میشه. سلام عزیزم. سلام. نظرت راجع به سیستم آموزشی کلاس زبان که برای اونایی که تازه وارد کانادا میشن چیه؟ دو نوع کلاس داریم، یکی کلاس های لینک هستش، یکی کلاس فاندیشنه. کلاس های فاندیشن فقط در مورد گرامر کار میکنن و برای کسایی که جدیدن نیو کامر هستن خیلی خوبه، مفیده، خیلی چیزا رو میتونی یاد بگیری. کلاس های لینک جنرال کار میکنن، اینکه
به نظر من کسایی که فول تایم تو کلاسای لینک هستن خیلی تایم زیادی ازشون میگیرن. کسایی هم که پارت تایم میان بازم چیزی یاد نمیگیرن. کلاسای لینک معلم میاد درسشون میده و میره و تو خودت بایستی تو خونه تکرار و تمرین مدام پرکتیس کنی. اگه کسی که وقتشو نداشته باشه چیزیو که تو کلاس یاد گرفته وقتشو نداشته باشه تو خونه بخواد تمرین کنه، به نظر من قاعدتا هیچی یاد نمیگیره و فقط اینه که وقت زیادی ازش تلف میکنه. و ما مجبورم هستیم که کسایی اگه سطح زبانشون پایین باشه مجبوریم که همه ماها لینک 4 رو بگذرونیم برای شهروندی کانادا، چون یکی از قوانین شهروندی اینه که افرادی که میخوان وارد امتحان شهروندی بشن بایستی مدرک لینک 4 رو داشته باشن. اگه اینو نداشته باشی توی اداره مهاجرت یه امتحان دیگه ازتون میگیرن که اون خیلی سطح بالایه، در حد IELTS و ممکنه نتونی در اون سطح امتحانات رو پاس کنی. پس ناچاریم که تایم زیادی بذاریم و بیایم سر کلاس ها، ولی خوبه، از یه جهت خوبه، از جهتش خیلی تایم زیادی رو میگیره و به اون اندازه که ما وقت میذاریم برای کلاس لینک به اون اندازه چیزی یاد نمیگیریم. چند درصد تاثیر میذاره برای انگلیسی یاد گرفتن؟ ببین عزیزم، اینجا خب مدام تکرار و تمرینه و اینکه یه خوبی داره، از همه کشورها ما هم کلاسی داریم تو کلاسمون و تنها زبان مشترکمون توی کلاس زبان انگلیسیه. ما مثلا نمیتونیم با هم کلاسی اسپانیاییمون با زبان اون حرف بزنیم، با هم کلاسی عربیمون عربی نمیتونیم حرف بزنیم. به همین دلیل خب حتی اگه بریده و کوتاه کوتاه کلماتمون رو به هم برسونیم با زبان مشترکمون توی کلاس انگلیسیه و مجبوریم با دوستامون انگلیسی صحبت کنیم. ولی این که خب معلمم درس خودش رو میده، یه معلمی خیلی فسته، خیلی سریع صحبت میکنه، کسی که تازه اومده اولین تجربه درس خوندن و آموزشش توی کاناداست، خیلی سخته براش. یه معلمی رو میبینی خیلی آروم صحبت میکنه و راحت تر میتونی کلمات، چون ما کلمات رو قبلا صحبت نکردیم، نشنیدیم، همه کلمه ها برای ما تازگی داره و چیزی که از قبل نشنیدیم، صحبت نکردیم، مثلا نمیدونیم چی میگه، در مورد چی حرف میزنه. کم کم ما مثل یه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده اول کلمات رو میشنویم، کم کم بعد اینکه شنیدیم کلمات رو، کم کم کلمات رو این دفعه معنیش رو میفهمیم. بعد اینکه معنیش رو فهمیدیم تازه میتونیم صحبت کنیم. و این هر کسی به خودش بستگی داره. بعضیا از لحاظ حافظه و گیرایی زودتر یه چیزی رو یاد میگیرن، بعضیا بایستی خب زیاد تکرار و تمرین داشته باشن. ولی به نظر من زبان یاد گرفتن تو هر کشوری باشیم تو محیط کار راحت تر میشه زبان رو یاد گرفت. تو جامعه با مردم اون کشور بایستی ارتباط پیدا کنیم، صحبت کنیم. و بعضیامون میترسیم از صحبت کردن، بعضی خجالت میکشن اگه یه چیزی رو اشتباه بگن، نکنه اشتباه بگیم یکی بخنده، نکنه اشتباه بگم طرف ناراحت بشه. نه، بایستی این ترس رو کنار بذاریم، صحبت کنیم. حتی اگه به اشتباه صحبت کنیم به مرور زمان صحبت کردنمون خوب میشه. و اینکه تو محیط کار و تو هر کشوری باشیم به نظر من بایستی چند تا دوست توی اون کشور که خودشون شهروند اون کشورن و با زبان اون کشور صحبت میکنن بایستی چند تا دوست از اونجا داشته باشیم. اینکه ما مدام دوستانمون هم زبان خودمون باشن زبانمون تقویت نمیشه. کلی بگو در مورد سیستم آموزشی لینک که برای تازه واردین هست چقدر کمک میکنه؟ چند درصد؟ گفتم من نمیتونم کلی من
اظهار نظر کنم، چون شاید هر کسی یه دیدگاهی داشته باشه، برای خودم مفید بوده، ولی نه زیاد، چون تایمم رو زیاد گرفت. من شاید برای من نوعی اگه روزی 2 ساعت می اومدم همینقدر یاد می گرفتم. مثلا ما الان روزی 5-6 ساعت سر کلاس هستیم و کلن در کلاس کلن سر هم بیاری 1 ساعت تایم مفید ما کار می کنیم. ما بقیه معلم وقت میده بشین تمرین هر کن، کسی انجام نمیده، یکی سرش تو گوشه، یکی با دوستش حرف میزنه. یعنی سیستم آموزشیش طوریه که خودت باید کار کنی، خودت باید. معلم درس نمیده، میگه خودت برو این پکیج رو بخون. دقیقاً، بله، پکیج رو بهت میده، حالا یا آنلاین یا خودت کپی میگیری رو همون تمرین کنی. حالا باز روزای بعد هر پکیجی ما توی لینک 1 هفته فرصت داریم، تو کلاس فول تایم 1 هفته فرصت داریم رو اون پکیج کار کنیم. حالا روزهای بعدش میایم دوباره سر کلاس همون تمرین رو انجام میدیم. حالا یکی انجام داده تو خونه، یکی انجام نداده، سر کلاس گوش میده. ولی به نظر من خیلی خیلی تلاش کنه 30-40% یاد میگیری تو کلاس، ما بقیه بایستی خودت بری تمرین کنی، بخونی، صحبت کنی. پس لب کلام تو اینه که خودت باید تلاش کنی. آره. یعنی اونقدر کلاس آنچنان مفید نیست. باز گفتم کلاس فاندیشنش خوبه، بد نیست، گرامر یاد میگیری، ولی کلاس بله ولی کلاس لینک جنرال خوبه، منتها معلم نمیاد مدام باها تمرین کنه، تمرین ها رو میده خودت هر کنی. و به نظر من، خب من اگه بلد بودم خودم تمرین کنم، چرا میام سر کلاس بشینم؟ معلم سیستم اینجا اینجوریه که خودت بری تلاش کنی. ولی خب ما اینجا چون زبانی که میخونیم زبان مادری ما نیستا بفهمیم، پس بایستی یکی دیگه توضیح بده بهمون، تمرین زیاد داشته باشیم، صحبت کردن. ما الان تو کلاس چیزی به اسم سپیکینگ نداریم، با معلم نمیشینه با ما صحبت کنه که بگه بیایید مثلا در مورد فلان بحث با هم حرف بزنیم. خیلی کم پیش میاد، فکر کنم مثلا در ما 1-2 بار همچین چیزی، اونم تو امتحانات تست سپیکینگمون پیش میاد که صحبت کنیم. ما بقیش نه، به نظر من زیاد مفید نیستش. زیاد مفید نیست ولی ناچاریم. بله، به خاطر قانونش که به خاطر شهروندی سیتیزنشیپی بایستی حداقل فقط همین کلاس هست که ما میتونیم شرکت کنیم. کلاس های دیگه همشون کلاس های دیگه هستن. بله، کلاس های دیگه هستن که بتونیم شرکت کنیم، شاید مفیدتر باشه، ولی اونا دولت هزینه‌اش رو تقبل نمیکنه. کلاس های غیر انتفاعیه که بایستی شهریه های خیلی زیاد و کلانی بدی. خب برای ما که نیو کامر هستیم خیلی سخته تقبل کردن. اینکه هزینه پای رو دوش خود ماست، باید همون در بدو ورود هم یه سری مدارک ها داشته باشیم. مدارک هیچی، دوباره برای اونجام در بدو ورود تست زبان میگیرن ازمون که در چه سطحی هستیم. اگه پایین تر از سطح لینک 4 باشی اونجام باز قبول نمی کنن. معمولا غیر انتفاعی ها قبول میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون پولشو میگیره، اونم دیگه کاری نداره، شما یاد بگیری یاد نگیری پولشو میگیره. جاهایی هم که دولتیه هم مدارکی میخواد که بک‌گراندی داشته باشی از قبل تو کشور خودت، یه سری مدارکای تحصیلی داشته باشی، و همین که دولتی یا سطح زبان میخواد حداقل بایستی لولت بالاتر از لول 5 یا 6 باشه که بتونی تو کلاس دولتی، و اینکه حتی کلاسایی که زیر 1 سال باشه دولت تقبل میکنه، بالای 12 ماه باشه دولت هزینه‌اش رو تقبل نمیکنه. پس در کل ما مجبوریم که همین سیستم آموزشی کلاس لینک شد. بله، البته من یه پیشنهاد دارم برای دوستان یا عزیزانی که هنوز کانادا تشریف نیاوردن، هر کشوری هستن، حتی اگه سخت‌ترین شرایط رو دارن، به نظر من واجب‌تر از نون شب، این یه کلمه عامیانه است که به کار میبرم، ببخشید، واجب‌تر از نون شبمون اینه
تو هر شرایطی بریم زبانمون رو تقویت کنیم، چون تو کشور خودمون معلمی که به ما یاد میده، معلمی که میگیریم یا کلاسی که میریم، با زبون خودمون زبان انگلیسی رو میتونه به ما توضیح بده، میتونه ایراداتمون رو بگیره. اصلا میفهمیم اینو که صحبت میکنه، اصلا میفهمیم اینو که معلممون به ما میگه گذشته است، فعل آینده است، نمیدونم استمراری، صفت فاعل، مفعول، همه اینا رو ما میفهمیم. ولی وقتی میای تو کانادا یا آمریکا یا انگلیس، هر کشوری که میای، معلم که میاد به شما آموزش میده هم زبان شما نیستش. معلممون یا چینیه یا کره یا کاناداییه یا هر کشوری که هست، دیگه ما اصلا نمیدونیم. اینی که توضیح معلم داره در مورد مثلا فعل آینده با ما صحبت میکنه، خب ما وقتی معنی اونو نمیدونیم چطوری بیام یاد بگیرم؟ به نظر من اینه که اگه کسای قصد مهاجرت دارن، تو هر شرایطی هستن سعی کنن حداقل در حدی که بتونن زبان جنرال عامیانه صحبت کنن، امورات روزمره خودشونو انجام بدن، اینجا دچار چالش نمیشن. و بزرگترین چالش زندگی در کانادا زبانه. زبان نداشته باشی هم نمیتونی کار پیدا کنی، حتی ساده ترین کارها، کارهای جنرال نمیتونی، بهت نمیدن واقعا. و اینکه امورات روزمره تو نمیتونی بگذرونی، بزرگترین چالشیه که واقعا آدمو افسرده میکنه اینجا. مرسی عزیزم، قربونت، موفق باشی، خدا نگهدار، خدافظ، بای بای.